درود بر شما خوش اومدید به جلسه دوم دوره استراتژیست طلا و میخوایم توی این جلسه با هم راجع به ارتباط میان محلف های اقتصادی و قیمت طلا و طلای جهانی صحبت کنیم و سنجه های سنتی طلا رو هم با هم بررسی خواهیم کرد که این قسمت تاریخش هم برای خودم خیلی جذاب بود طلای جهانی چیست و چگونه کار میکند برای اینکه ما بدونیم طلای جهانی چیه لازم اول بدونیم که معیار سنجشمون چیه واحدهای سنجشمون چیه تا بعد بفهمیم اولا که طلای جهانی رو ما همیشه با اونس میسنجیم یعنی میگیم هر اونس طلا مثلا 2600 دلاره یا سه هزار دلاره این چیزای عددی از این دست رو ما معمولا میگیم این اونس طلایی که در واقع ملاک قرار میدیم و داخل بازار ایران مسقال طلا هم هست که حالا بهتون خواهیم گفت به چه صورت به صورت سنتی ما از مسخال طلا استفاده می کنیم سوت هم هست یا سوت هم هست که هر سوت طلا هم یه، یک هزارم گرم هست گرم طلا هم خب هست قیرات و شمش هم هست که حالا هر شمشی هم میتونه متفاوت باشه انواع شمشا رو داریم و قیرات هم که معمولا برای سنگ ها استفاده میشه نه برای خود طلا دو نوع اونس داریم یه اونس معمولی اونس تروا اونس معمولیمون برابر یک شانزده همه پوند یا 400 ارزنه یعنی 28 ممایز 34 گرم و اونس تروام که یه باید استاندارد جهانیه که بیشتر ما این مورد دوم رو در نظر میگیریم برای ملاکمون برای استانداردمون برای سنجش که 31 گرم و 31 سوت میشه در واقع این اونسه مسقال چیه؟ مسقال کوهندترین واحد اندازه گیری تلاهه که هنوز داره استفاده میشه مسقال ویژه منطقه غرب آسیا بوده که همچنان داره استفاده میشه ریشه کلمه مسقال که یک کلمه عربیه به معنای هموز یا سنجش یعنی یه جورایی همون سنجه یا استاندارد محسوب میشه که مسخال طلا هم به صورت کلی معادله با چهار گرم چهار سود هست انواع مسخال طلا خب چند مدل مسخال داریم که مسخال معمولی ملاک ما هست و مسخال شرعی داریم و مسخال این حالا من تلفظش هم درست نمیتونم بگم اینم داریم و مسخال معمولی رو داریم که اینا حالا دیگه اونا کاربرد نداره یه سری واحدهای خیلی قدیمی هم داشتیم که صرفا جهت اطلاع من میخواستم بیارم براتون بذارم یه سری واحدهایی مثل لیر، نخود، جو، گندم، ماش، ارزن، سوت اینا واحدایی که در واقع هست بعد مثلا واحد سیر رو ما داریم که حالا برابر با 75 گرم و 16 مسخاله چیزهای واحدهای مختلف که اینا دیگه کارورد نداره یا خیلی, خیلی خیلی مثلا بعضی جاها محدود اگه خیلی دیگه تو دل کار باشید بشنوید سوت چیه؟ یه واحده که همچنان پرکاربرده برای مقادیر زیر یک گرم تلاه و یک هزارم در واقع گرم هست که هر هزار سوتش طبعا میشه یک گرم طلا. قیرات چیه؟ قیرات و دوستان واحد سنجش سنگهای های قیمتی عمدتا هر قیرات معادل دیویس میلی گرمه و همونجوری که میبینین هر قیرات معادل صفر ممیزه دو صف شیستد و اونس هم هست ایار چیه؟ خب واحدای اندازگیری رو گفتیم حالا میخوایم ایار رو بهتون بگیم ایار چیزی نیست جز خلوص میزان خالصی طلا رو ما میگیم ایار یعنی مثلا میگیم ایارش چنده ایارش مثلا 24 یعنی بالاترین درجه خلوص رو داره ایارش چنده مثلا ایارش 18 یعنی درجه خلوصش پایین تره اینا در واقع درجه خلوص رو ما از لغت ایار برش استفاده میکنیم که اینجا هم براتون توضیح دادیم و برای همه فلزات هم میشه استفاده کرد و انواع ایارها رو هم بهتون بگیم طبق این جدولی که داریم میبینیم 24 ایار که دیگه خلوص 100 درصدی نیست ولی 99 درصدیه که کشورهای عربی و چین خیلی طرفدارشن 21 ایاره که باز یه سری از کشورهای عربی دیگه از 21 ایار استفاده میکنن که 87 درصد خلوص داره بعدیش 18 ایاره که تو کشور ایران مثل جنوب اروپا اینا 18 ایار زیاد استفاده میکنن و برابر با 75 درصد خلوص هست بعد 17 ایار هم هست که 70 درصد خلوص داره 12 ایار توی سایت های مثل آمازون و اینا مثلا شمال آمریکا اینا زیاد استفاده میکنن 12 ایار رو که خلوص 50 درصد داره 9 ایار هم که حالا اینم هست ولی من خودم کاربردی براش جایی ندیدم که خیلی متداول باشه نکته که وجود داره دوستان اینه که این عددی که اینجا نوشته شده غیر از درصده این عددی که اینجا نوشته شده شما بعضی وقتی یه طلای رو میخرید یا مثلا یه طلای آب شده یه چیزی میخرید این ایارش ممکنه بگن مثلا طلای آب شده 18 ایاره ولی عدده دقیقا 750 نیست مثلا 739 یا 753 یه ذره این عدده بالا و پایین میشه اینجا درجه ایار فرق میکنه و توی خرید طلای آب شده این خیلی مهمه و خیلی میتونه رو قیمت تاثیر بذاره یعنی خیلی هم فکر نکنید که خب طلا شده من چقدر خریدم انقدر خریدم حالا این اینجوری میشه پس مثلا یا اینجا سود کردم یا اینجا کلا سرم رفت ضرر کردم حتما حواستون باشه که ایارش چقدر و ایارش رو روش می به صورت انگی در واقع میزنن که حالا بهتون خواهیم گفت شمش طلا دو تا شمش داریم دو تا شمش تقریبا ملاک و معیار داریم یکی شمشای استاندارد که وزنای 1 10 50 100 250 و 500 گرمی بیشی نشه یه سری هم شمشای سنگین هستن که از یک کیلو شروع میشن یک کیلو 2 نیم 5 کیلویی و 10 کیلو گرمی دیگه مثلا با 10 کیلوی شما میتونین جلو بازو بزنین و دیگه بازو هم خوب دم میکنه اوایلش البته حالا بعدا دیگه باید سرمایه رو بیشتر بکنین وزنا شمشا سنگین تر بشه که بتونین وزنه سنگین رو بزنین خب هر اونس استاندارد طلای جهانی با وزن 31.1 گرم و ایار 24 و, و به دلار سنجیده میشه یعنی وقتی ما میگیم اونس جهانی الان 2600 یعنی هر یک اونس جهانی با انقدر وزن و عیار 24 برابر است با 2600 دلار با دلار آمریکا میسنجیم ملاکمون ملاک سنجشمون دلاره. آمریکاست اینو یادتون باشه هر وقت ما در مورد طلای جهانی حرف میزنیم داستانمون اینه نماد طلا هم در بازارهای جهانی XAU هست که X کوتاه شده ایندکس به معنای شاخص AU نماد شیمیایی طلا در جدول تناوبیه یعنی مثلا شما ممکنه بگی آقا مثلا دلار کانادا USD مثلا نمادش خب این خیلی مشخصه چرا طلا XAU به خاطر اینکه در واقع شاخص نماد شیمیاییش رو نشون میدن بعضی از پلتفرم‌ها هم از گلد به جای XAU استفاده میکنن مثلا یا XAU/USD رو بهتون نشون میدن یا می نیستن گلد اسلش فرقی نمیکنه یعنی ماهیتا هیچ فرقی با هم نمیکنه فقط این یه نماد نماد نقره و پلاتین هم جهت اطلاعات عمومی براتون گذاشتیم نماد نقره XAG هست و نماد پلاتین XPT که اینها هم در واقع عیارهای خودشونو دارن و جزء فلزات گرانبها همچنان محسوب میشن طلا به دلارم که با این نماد بهمون نشون میدن بهتون گفتم XAUUSD و اینم نگاه بکنیم چون ما طرف دوم طلا دلاره برامون توی بازار جهانی چون طرف دوم دلاره هر اتفاقی توی بازار آمریکا بیفته همون اتفاق روی بازار طلا و قیمت طلا اثر میذاره دلار تقویت بشه قیمت طلا انتظار داریم در برابر دلار کم بشه دلار تضعیف بشه قیمت طلا میره بالا نرخ بهره آمریکا کم و زیاد بشه نرخ طلا تغییر میکنه نرخ تورم آمریکا کم و زیاد بشه نرخ طلا تغییر میکنه بنابراین دو طرف این کسر دو طرف این معادله برامون مهمه یعنی همزمان ما باید هم طلای جهانی رو ببینیم هم در واقع دلار رو ببینیم اگه میخوایم طلای جهانی رو ببینیم هم شاخص های مرتبط به خود طلا و ارزندگی و عرضه و تقاضای طلا رو هم در نظر بگیریم با این توضیح میرسیم به پایان جلسه دوم ممنونم که توی این جلسه هم با من همراه بودید توی جلسه بعدی تاثیر عوامل اقتصادی روی نرخ طلا رو با هم دیگه بررسی میکنیم دیگه کم کم میخوایم ریزتر بشیم ریز به ریز بسنجیم ببینیم که هر اتفاقی که توی اقتصاد اقتصاد آمریکا و بعد اقتصاد ایران بیفته چه تأثیری روی نرخ طلا خواهد گذاشت ما باید باهاش چه پوزیشنی بگیریم بخریم بفروشیم چیکار باید بکنیم اینا نکات بسیار مهمی هستن که توی جلسه بعدی میخوایم با همدیگه راجع صحبت بکنیم دوره استراتژیست طلا رو دارید میبینید دوره رایگان استراتژیست طلا که امکان دسترسی رو بهتون گفتم که میتونید با خوندن توضیحات در واقع ببینید که به چه صورت هست دوستتون دارم پرسود و پربرکت باشید جلسه بعدی میبینمتون خدا نگهدار